سلام من غزاله شمسیپور هستم کارشناس ارشد مهندسی مواد دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با آموزش درس اصول تولید فلزات یک از فرادرس در خدمت شما هستم متالورژی استخراجی علم و هنر تولید فلز، ترکیب و یا آلیاژ مورد نظر از ماده ناخالص حاوی ترکیبات اون فلزه. متالورژی استخراجی به عنوان یک حوزه مهم در صنعت معدن فرایندهای متعددی رو در بر میگیره که مراحل اصلی این فرایند شامل استخراج از معدن، خردایش و غربالگری تبدیل به کنسانتره و فرایندهای حرارتی میشه. متالورژی استخراجی یک ترکیب پیچیده از علم مواد، شیمی و فناوری مهندسی که به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع معدنی و تولید فلزات صنعتی به کار میره. شکلی که مشاهده کنید، روند مرحله استخراج از معدن رو نشون میده که تو این مرحله مواد معدنی از معدن استخراج میشن. این مواد میتونن شامل فلزاتی مانند طلا، نقره، مس و یا سایر مواد معدنی باشن. مرحله بعدی شامل خردایش و غربالگری هستش که مواد استخراج شده به قطعات کوچیکتر خرد میشن و بعد از طریق غربالگری جدا شده و درجه بندی میشن. بعد از اون با اجرای فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی مواد معدنی به صورت کنسانتره تبدیل میشن که این کنسانتره حاوی مقدار بیشتری از فلز یا ماده مورد نظره و تو مرحله فرایندهای حرارتی که شامل فرایندهای زوب و به منظور به دست آوردن فلز از کنسانتره و تولید فلز نهایی انجام میشه. بنابراین متالورژی استخراجی یه علم کلیه که تو بهره برداری استخراج بازیابی و تولید یک یا چند فلز یا غیر فلز از مواد اولیه یا بازیافتی شرکت میکنه. در قسمت روند کشف فلزات ابتدا چند فلز مهم رو با همدیگه بررسی میکنیم. اولین فلز طلا هست که اکتشاف اون به حدود 6000 سال قبل از میلاد برمیگرده کشف و استفاده از طلا یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین فرایندهای مرتبط با فلزاته و استخراج اون یه فرایند پیچیده ای و چند مرحله ایه که از زمانهای قدیم تا امروز تکامل یافته. روش ها و فنون های متنوعی برای استخراج طلا وجود داره که به تکنولوژی، موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اون معدن مرتبطه. یه روش رایج برای استخراج طلا وجود داره به نام سیانیداسیون. مرحله اولیش شامل کشف معدن میشه. این معدن ممکنه در سطح زمین یا زیر سطح زمین باشن و روش های اکتشاف معمولا شامل بررسی های جغرافیایی، ژئو فیزیکی، شیمیایی و استفاده از تجهیزات مدرن مثل سنسورهای هواگرد میشه. بعد از کشف معدن نمونه های خاک از معدن جمع بری شده و تست میشن این تست به تعیین غلظت طلا توی نمونه هامون کمک میکنه و اطلاعات مهمی را در مورد اقتصادی بودن استخراج طلا از اون معدن فراهم میکنن اگه معدن اقتصادی به نظر بیاد فرایند حفاری شروع میشه که این فرایند شامل استفاده از ماشین های حفاری برای حفر سوراخ های عمیق تو زمین معدنه نمونه های خاک از هر سوراخ جمع میشه و بعدش بررسی میشن نمونه های خاکی که هاوی تلان کوچیکتر میشن و خرد میشن که این مرحله به نام خردایش یا آسیاب کردن شناخته میشه تو مرحله سیانید شدن خاک خرد شده با محلول سیانید مخلوط میشه. سیانید به تدریج با طلا واکنش نشون میده و یک محلول سیانورید طلا تشکیل میشه و بعدش از این محلول طلا به وسیله مواد شیمیایی مختلف جدا میشه. مرحله آخر شامل تصفیه محلول طلای سیانوریدیه و بعدش به دست آوردن طلا با خلوص بالاست. طلای خلوص بالا برای استفاده توی صنایع مختلف به ویژه جواهرسازی استفاده میشه و از محبوبیت بالایی هم برخورداره. چیزی که مهمه اینه که این روش یکی از روش های مهم استخراج تلاست و تکنولوژی ها و روش ها ممکنه با توجه به معدن خاص و شرایط مختلف تغییر بکنند. همچنین بسیاری از کشورها دارای مقررات زیست محیطی سختگیرانه برای استخراج طلان تا بتونن اثرات منفی بر محیط زیست رو کاهش بدن. فلز بعدی فلز مس هست که بسیار پرکار برده و اکتشاف اون به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمیگرده. کشف و استخراج مس مثل طلای فرایند پیچیده است که از زمانهای قدیمی به کار میرفته. مس یکی از فلزات مهم و پرکاربرد تو صنایع مختلفه و برای استخراج مس اول باید معدن مس کشف بشه که این فرایند شامل اکتشاف های مختلف به وسیله بررسی جغرافیایی و ژئوشیمیایی میشه تکنولوژی های مدرن مثل تصاویر ماهواره توی این فرایند خیلی کاربرد دارن بعد از کشف معدن حفاری شروع میشه تا نمونه های خاکی از معدن جمع آوری بشن این نمونه تجزیه و تحلیل میشن تا غلظت مس توی اونها تعیین بشه. روش های استخراج مختلف وجود داره که بسته به طبقه بندی معدن مس و شرایط محیطی و اقتصادی متغیره. دو روش معمول استخراج مس وجود داره. روش اول مس استفاده از معادن بازه. توی این روش یه سوراخ عظیم در سطح زمین ایجاد میشه و معدن از اون استخراج میشه. روش دوم استخراج مثل از معادن زیرزمینیه که توی این روش تونل ها یا شافت های عمیقی حفر میشن تا به معدن دسترسی پیدا بشه و بعد از اون بتونن مس رو استخراج بکنن. مدن استخراج شده نیاز به خوردایش داره تا ذرات خرد شده برای مراحل بعدی آماده بشن. آسیاب ها برای خرد کردن سنگ ها به اندازه مناسب برای فرایندهای های بعدی مورد استفاده قرار می گیرن که این مراحل شامل فلوتاسیون، لیچینگ و الکترولیز میشه و طی این مراحل مس از سایر مواد معدنی جدا میشه. مثل حاصل از مراحل فرایند قبلی خلوص بالایی نداره بنابراین مراحل پالایش و تصویه اضافی انجام میشه تا مثل به خلوص مطلوب برسه مس با خلوص مطلوب تو صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیره از جمله کاربردهاش میشه به تولید لوله ها سیم های برق تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و صنایع ساختمانی اشاره کرد هر کدوم از این مراحل که گفته شد نیازمند استفاده از یک سری تجهیزات مختلف و ای یک دانش تخصصیه که توسعه فناوری و مهندسی توی این حوزه ها به بهبود روش ها و کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست کمک میکنه. اکتشاف نقره بعد از طلا مس اتفاق افتاده و استخراج اون مشابه بسیاری از مراحل استخراج سایر فلزات ارزشمند مانند طلا و مس فرایند کشف معدن نقره شامل اکتشاف معدنهای نقره و تعیین موقعیت اونهاست. برای این منظور از تکنیک های جوفیزیکی، جوشیمیایی و از تصاویر ماهوارعی و سایر ابزارهای جغرافیایی استفاده میشه. و بعد با استفاده از ماشین های حفاری و تجهیزات مختلف سوراخ های عمیق حفر میشه تا نمونه هایی از سنگ های معدن نقره جمعوری بشن نمونه های جمع شده تحلیل میشن تا غلظت نقره و سایر عناصر موجود در معدن تعیین بشه استخراج نقره از سنگهای معدن میتونن به وسیله روش های مختلفی صورت بگیرن یکی از روش های معمول استفاده از فرایند لیچینگ که توی اون از مواد شیمیایی مثل سیانید برای حل کردن نقره استفاده میشه بعد از حل شدن نقره محلول حاصل تصویه و پالایش میشه تو مراحل فرایند تجهیزاتی مثل مخلوط کنها، لیچینگ تانک ها، سلول و تجهیزات الکترولیز برای استخراج و جداسازی نقره از محلول استفاده میشه. پس از استخراج نقره از سنگهای معدن مدن نیاز به پالایش و تصفیه بیشتر وجود داره تا نقره به خلوص مطلوبی برسه. این مراحل شامل فرایندهای زوب، الکترولیز و سایر روش های پالایشن. نقره با خلوص مطلوب تو صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیره از جمله صنعت جواهرسازی، صنایع الکترونیک، عکاسی و تولید اشیاء زینتی و فراورده های نقره ای فرآیند استخراج نقره با استفاده از تکنولوژی ها و تجهیزات مدرن صورت میگیره و معمولا با رعایت استانداردها و مقررات محیط زیست انجام میشه فلز بعدی فلز سرب هست که اکتشاف اون به حدود 3000 سال قبل از میلاد برمیگرده و به روش های قبل اکتشاف و استخراج میشه. اگر غلظت سرب توی معدن به میزان اقتصادی باشه، مرحله حفاری و استخراج شروع میشه. روش های حفاری ممکنه شامل حفاری باز یا حفاری زیرزمینی باشن. بعد از استخراج سرب نیاز به مراحل پالایش و تصفیه برای افزایش خلوص محصول نهایی و جداسازی از مواد آلاینده داریم. سرب خالص به عنوان محصول نهایی به صنایع مختلفی مانند صنعت باتری سازی، صنایع الکترونیکی، ساخت لوله ها و سایر صنایع معدنی استفاده میشه. فلز بعدی فلز قل هست که حدود 2000 سال قبل از میلاد کشف شده. اما جالبه که بدونید فلز قل یک فلز سنگینه که توی صنایع مختلف به دلیل ویژگی های خاصی که داره کاربورت های زیادی داره. توی صنعت ساختمانی قل به عنوان یک فلز سازگار با بتون مورد استفاده قرار میگیره. آنتیمون یک ترکیب قلعه که به بتون اضافه میشه تا خواص مکانیکی و مقاومت به آب و آتش بتون افزایش پیدا کنه. یکی از کاربردهای اصلی قلع توی صنعت باتری سازیه. قلب به عنوان یک اندازهگیری الکتریکی و همچنین جلوگیری از خوردگی الکترودها مورد استفاده قرار میگیره همچنین به عنوان یک ماده سازگار با الکترونیک توی تولید قطعات الکترونیکی مثل سیمها اتصالات و تراشه ها مورد استفاده قرار میگیره قلب به دلیل ویژگی هایی که داره مثل سازگاری با بقیه فلزات و نرمی توی تولید لوله ها، سیم ها، فلزات نرم کاربرد داره و به عنوان یه عنصر تشکیل دهنده آلیاش های مختلف مثل آلیاش های سرب قل تو صنایعی مثل صنایع خودروسازی سازی و تولید سازه های فلزی به کار میره. قل به عنوان یه ماده پیگمنتی توی صنعت رنگسازی مورد استفاده قرار میگیره. این کاربرد به دلیل مقاومتش در برابر خورندگی و رنگ پردازی ماندگاره و به عنوان یک ماده تقویت کننده توی قطعات لاستیکی مورد استفاده قرار میگیره تا خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی لاستیک افزایش پیدا کنه. تو برخی ترکیبات دارویی و تجهیزات پزشکی هم به عنوان یه عنصر مهم به کار میره. فلز بعدی آهن هست که فرایند کشف و ذوبش یکی از مراحل اصلی در تولید فولاد و دیگر های فلزی مبتنی بر آهنه. برای کشف و استخراجش مراحل به این صورته که اول معدن‌های حاوی ها هم باید کشف بشن و این کار به وسیله اکتشافات ژئوفیزیکی و ژئولوژیکی انجام میشه. بعد از کشف سوراخ‌های حفاری انجام میشه و نمونه‌هایی از سنگ‌های معدنی گرفته میشه. این نمونه ها برای تحلیل مواد و غلظت آهن بررسی میشن نمونه های جمع وری شده تحلیل میشن تا میزان آهن و سایر عناصر موجود توی سنگ ها مشخص بشه در صورتی که غلظت آهن توی سنگ ها به اندازه کافی بالا باشه مرحله حفاری برای استخراج سنگ ها شروع میشه سنگ های معدنی به اندازه مناسب خرد میشن و به آسیاب ها منتقل میشن تو مرحله بعدی از روش های مختلف غنیسازی مثل فلوتاسیون برای جداسازی سنگ های معدنی از آهن استفاده میشه. آهن غنی شده به شکل پلت های فلزی یا خمیر های آهن تولید میشه. و آهن به وسیله کوره های زوب که اکثرا کوره های قوس الکتریکی یا کوره های قوس القایی هستند زوب میشن توی این مرحله دما به حدی افزایش پیدا میکنه که آهن به موذاب تبدیل میشه آهن ذوب شده به شکل ماده اصلی برای تولید فولاد به کار میره. اضافه کردن مواد دیگه مثل کربن و آلیاش ها باعث تولید فولاد میشه. فولاد حاصل از این فرایند به عنوان ماده اصلی توی صنایع مختلف از جمله ساختمان سازی، خودروسازی و صنایع فلزی به کار میره. فلز بعدی که مورد بررسی قرار میگیره فلز جیوه هست. همونطور که میدونین جیوه یک فلز سنگینه که در برخی صنایع به دلیل خواص زیادی که داره از اون استفاده میشه از جمله صنعت الکترونیک جیوه به عنوان یک ماده ی نیمه رسانا در صنعت الکترونیک استفاده میشه این فلز در تولید ترانزیستورها دیودها و سایر قطعات الکترونیکی به کار میره کاربرد بعدیش توی تولید باتری هاست جیوه در ساخت باتری ها به با عنوان یکی از عناصر اصلی مورد استفاده قرار میگیره به ویژه توی باتری های خورشیدی و باتری های قابل شارژ کاربرد بعدی در رنگ سازی هست اکسید جیوه به عنوان پیگمنت در صنایع رنگ سازی استفاده میشه این استفاده به دلیل خواص رنگ دهی و مقاومت به خوردگی این فلزه در صنعت شیشه به عنوان یک عامل آلیاژی به کار میره و در صنعت مرمت به دلیل مقاومت و خوردگی در بازسازی ساختمان ها به عنوان یک ماده پوششی مورد استفاده قرار میگیره برای ساخت لاستیک به عنوان یک ماده پرکننده و تقویت کننده در صنعت تولید لاستیک به کار میره حتی جالبه که بدونین از جیوه توی صنایع چرمسازی هم مورد استفاده قرار میگیره و نقش یک ماده تقویت کننده رو داره. کاربردهای های پزشکی هم داره که در برخی از داروها از اون استفاده میشه و در برخی از محصولات غذایی به عنوان یک ماده افزودنی مورد استفاده قرار میگیره. جیوه به عنوان یک فلز سنگین در صورت استفاده ناسحیح میتونه اثرات خیلی بدی رو بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشه. اگه بخوایم فلزات رو دسته بندی بکنیم میتونیم اونها رو توی دو دسته تقسیم کنیم دسته اول فلزات آهنی هست و دسته دوم فلزات غیر آهنی آهن بیشترین تولید و بیشترین مصرف رو در میان فلزات و آلیاش های تولیدی داره مصرف آهن بیش از یک میلیارد تون در ساله آهن کاربردهای های بسیار گسترده ای داره از ساخت تجهیزات ساختمانی پل ها گرفته تا ماشینالات و تجهیزات دیگه. بخشی از آهن مصرفی جز دسته اول و بعضی از اونها جز دسته دوم قرار میگیره. توی دسته دوم یه اصطلاحی وجود داره به نام بیس متال که فلزاتی مثل مس، سرب، روی، نیکل، آلمینیوم و قل جز این دسته قرار میگیرن. این فلزات بعد از آهن بیشترین مصرف رو دارن و استفاده های مخصوص به خودشون رو دارن مثلا آلمینیوم عنصر 13 جدول است که یه عنصر سبکی هست و ازش توی ساخت ظروف نوشیدنی، ساخت هواپیما یا نمای ساختمان و تجهیزات سبک استفاده میشه یکی دیگه از فلزات پرکاربرد مس مس عنصر 29 هم جدوله و این عنصر سومین عنصر پرکاربرد بعد از آهن و آلمینیومه و ازش توی ساخت تجهیزات الکتریکی برای سیستم های الکترونیکی و یا ساخت سیم ها و آلیاش های برونز، شیرالات و غیره مورد استفاده قرار میگیره و معمولا به شکل کاتود تولید میشه که این کار به روش های هیدرو و پیرومتالورژی انجام میشه. فلز بعدی سرب هست که با عدد اتمی 82 جزو فلزات سنگین دسته بندی میشه و از این فلزات برای ساخت پوشش های مقاوم در برابر نفوذ اشعه استفاده میشه و بیشترین کاربردش توی ساخت باتری ها یا تجهیزاتیه که میخوایم سنگینی رو ایجاد بکنن توی ورق حفاظت کننده در سیم لحیم هم سرب پرکاربرد هستش فلز بعدی که مورد بررسی قرار میگیره قل که عدد اتمی اون پنجاهه و نسبتاً گرون قیمته و کاربردی که داره اینه که برای ساخت آلیاژهای های برونز مورد استفاده قرار میگیره و پوشش های قلعی که توی کنسرف ها و ظروف حلبی برای نگهداری غذاها مورد استفاده قرار میگیره وجود داره فلز بعدی روی هست روی با عدد اتمی سی و نماد این کاربردهای خیلی زیادی داره و تولیدش راحته و ازش برای تولید ورقهای گالوانیزه و برای برخی از ترکیبات حاوی مصوروی استفاده میشه. همچنین برای پوشش دادن ستونهایی که برای انتقال برقن برای حفاظت الکتریک کاربرد داره. و توی ساخت رنگ ها هم میشه گفت خیلی پر کاربرد هست. نهایتا نیکل رو داریم با عدد اتمی 28 و نماد NI توی آلیاژهای های استنلس استیل استفاده میشه و برای ساخت فلزات حافظه دار نیکل و تیتانیوم هم مورد استفاده قرار میگیره. توی ساخت باتری هم خیلی کاربرد داره. فلز نیکل معمولا از مواد اولیه به دست میاد ولی به خاطر ارزش اقتصادی اون بازیافت اون از مواد بازیافتی بسیار توجیه اقتصادی داره. قیمت فلزات نام برده شده به ترتیب از قل، نیکل، مس، آلمینیوم، روی و سرب کاهش پیدا میکنه. فلزات سری دوم یا فلزات ثانویه فلزاتی هن که کاربردهای های نسبتا کمتری دارند ولی باز هم به میزان زیادی تولید و مصرف میشن. این فلزات شامل آرسنیک، آنتیموان، بیسمود، کادمیوم، جیوه و کوبالتن. اولین فلز توی این دسته آرسنیک هست. آرسنیک جزو فلزات بسیار سمیه و ترکیبات آرسنیک معمولا کشنده هستند. از گازها و ترکیبات حاوی آرسنیک برای ساخت سموم استفاده میشه. در باب کاربرد صنعتیش میشه به استفاده توی نیمه رسانه ها و تو برخی موارد در داروها استفاده میشه. توی ترکیبات آلیاژی از آرسنیک ها استفاده میشه. اما بریم سراغ آنتیموان. آنتیموان هم به همین صورت هست. و کاربردش بیشتر توی نیمه هادی هاست. اما از بیسموت توی فلزات با دمای زوب پایین استفاده میشه و جالبه که بدونین از کادمیوم توی باتری سازی استفاده میشه. یکی از کاربردهای اساسی کادمیوم ترکیبیه که با فرمول شیمیایی سولفید کادمیوم داره. این ترکیب یک رنگدانه زرد بسیار خوش رنگی داره و توی صنایع رنگ و سلولهای خورشیدی در دیودها کاربرد داره. ترکیبات کادمیوم توی نیمه هادی ها کاربردهای خاصی داره که این نیمه هادی ها میتونن به عنوان گرمازه یا سرمازه عمل بکنن. جالبه که بدونین اینها دیودهای خاصی هن که اگه در یه جهت قرار بگیرن میتونن انرژی الکتریکی رو به گرما تبدیل بکنن و اگه جهت رو عکس کنیم یعنی قطبها رو عوض کنیم به عنوان یک عامل ایجاد سرما میشن این ترکیبات به عنوان یخچالهای کوچیک داخل ماشین کاربرد دارن مثل گرم کن و سرد کننده. توی سلول های خورشیدی نسل قدیم هم به همین شکل بوده. از کاربورت های جیوه میشه به لامپ های محتابی، دماسنج و دندانپزشکی دندان پزشکی اشاره کرد و این فلز بسیار سمیه که استفاده از اون توصیه نمیشه. بنابراین تجهیزاتی که توی ساخت اونها از جیوه استفاده شده معمولا پورتوکول های خاصی برای دور ریختنشون وجود داره و اون اینه که اونها به صورت جداگونه دفن میشن. در نهایت کوبالت رو داریم که یک ترکیبی هست که توی ساخت آلیاش های دیرگداز مورد استفاده قرار می گیره. علاوه بر این کوبالت برای ساخت آلیاش های خاص فولاد هم استفاده میشه. و همچنین امروزه توی ساخت باتری های لیتیوم یون پای کوبالتی استفاده میشه که میزان ذخیره سازی انرژی توی اونها بیشتر سایر باتری هاست و عامل محرکه ماشین های هیبریدیه. فلزات سبک فلزاتی یعنی هستند که چگالی پایینی دارند و توی ساخت تجهیزات فضایی و هواپیماها و همینطور تجهیزاتی که نیاز به وزن کم اما استحکام زیاد داره استفاده میشن مثلا توی ساخت ها خیلی کاربرد دارن این فلزات معمولا دمای ذوبشون خیلی پایینه البته به غیر از تیتانیوم که دمای ذوبش از بقیه بالاتر هست حال بریم ببینیم این فلزات سبک چی هستن بریلیوم، منیزیوم، تیتانیوم و آلمینیوم که این فلزات چگالی بسیار پایینی دارند. منیزیوم علاوه بر اینکه توی ساخت آلیاش های حاوی منیزیوم استفاده میشه توی ساخت مواد آتشزا و فشفشه و وسایل آتشبازی هم مورد استفاده قرار میگیره. اما تیتانیوم چیه؟ تیتانیوم فلزی هستش که بسیار استراتژیکه و توی ساخت و تهیه هواپیماهای خاص استفاده میشه. و خود تیتانیوم به تنهایی ضد رادار نیست ولی با استفاده ازش میشه ترکیب یا آلیاژهایی ساخت که به صورت ضد رادار عمل میکنه فلزات گرانبها دسته دیگه ای از آلیاش ها و فلزاتی هن که خیلی کاربرد دارن توی این دسته طلا نقره پلاتین اسمیوم ایریدیوم روتینیوم و پالادیوم قرار دارن به این فلزات اصطلاحا فلزات گروه پلاتین یا پالادیوم گروپ گفته میشه و معمولا این فلزات ارزش و قیمت بالاتری از طلا دارن و کاربردهای خیلی مهمی دارن. مهمترین کاربرد طلا و بیشترین کاربردش توی صنایع الکترونیک هست. توی جدول تناوبی مس، نقره و طلا توی یه گروه قرار دارن و هر قرد که پایین میایم هدایت الکتریکی زیاد میشه. مس از همه بالاتر و طلا پایینتر هستش. بنابراین بیشترین هدایت الکتریکی رو طلا داره که ازش برای ساخت تجهیزات با کاربردهای خاص استفاده میشه. هدایت عالی، مقاومت کم، در نتیجه اطلاف انرژی خیلی کمه. توی سیستم هایی که حاوی طلا هستن. برای انتقال امواج صوتی، برای ضبط کردن صداها، گرام ها و سیدیها، توی ساخت نیمه هادی ها، توی آیسی ها و سیمکشیها، از طلا استفاده میشه و جالبه که بدونین زمانی که بخوایم یک پایه ای رو درست کنیم اون پایه معمولا از طلا ساخته میشه توی مرحله بعد کاربورت های پزشکی و بعد از اون توی جواهرات و زیورالات هم کاربرد داره اما کاربرد نقره کجا هست؟ یکی از کاربردهای نقره اینه که کاربرد دارویی داره ولی نقره یه ترکیب خاصه و به علت شرایط فوتوکالیکی که داره میتونه به عنوان یک ترکیب باکتریزا استفاده بشه ترکیبات نانو نقره ترکیباتی آنتی باکتریالن اما گروه پلاتین هم کاربردهای خاص خودشو داره یکی از مهمترین هاش ساخت ترکیباتیه که برای کاتالیزورها مورد استفاده قرار میگیره پالادیوم یکی از مواد بسیار پرکاربرده و قیمتش هم از طلا خیلی بیشتره و توی کاتالیزورها کاربرد داره. الان توی کاتالیست هایی که توی اگزوز خود رو قرار میگیره، پالادیوم به عنوان یه ترکیب اصلی مورد استفاده قرار میگیره. پالادیوم همراه پلاتین جز ترکیبات اصلی مورد استفاده هستن. توی دسته بندی بعدی برای تولید فلزات، تقسیم بندی فلزات دیرگداز هست. که فلزات دیرگداز فلزاتی یعنی هن که دمای زوب اونها معمولا بالاتر از 1700 1800 یا به طور کلی 2000 درجه است ترکیبی مثل زیرکونیوم یا هافنیوم که توی ساخت تیوب های نیروگاه های هسته ای مورد استفاده قرار میگیره دمای زوب خیلی بالایی داره تیتانیوم فلزیه که دیرگدازه و سبک و توی ساخت بوته های خاص ازش استفاده میشه. از تنگستن هم برای ساخت لامپ ها و تجهیزاتی که تولید نور میکنن استفاده میشه. بریم ببینیم این فلزات چی هستن. تنگستن، مولیبدن، زیرکونیوم، نیوبیوم، تانتال، هافنیوم، وانادیوم، رنیوم و کروم. مولیبدن خودش به عنوان فلز اصلی تولید نمیشه و جزو بای های فرایند مس تولید میشه و رنیوم هم بای تولید مولیبدن هست و منابعش رو توی ایران داریم زیرکونیوم و ترکیبات اکسیدش جزو دیرگوداس و بسیار پایدارن و توی ریختگری به خصوص ریختگری فولاد کاربرد دارن چند تا معدن بزرگ تیتانیوم داریم توی ایران و سی ساله که هنوز دارن روی اونها تحقیق میکنن و دربارهشون اطلاعات به دست میارن که چطور بتونن معدن رو استخراج بکنن چون استخراجش نیاز به تکنولوژی پیچیده ای داره سیرکونیوم و هافنیوم معمولا با هم یافت میشن و جدا سازیشون از هم از جمله چالش هاست. وانادیوم هم معدن مستقل نداره ولی منابع خوبی برای بازیابیشون داریم. فلزات این قسمت خیلی هاشون توی لامپا و تجهیزات این چندینی کار دارن ولی همشون کاتالیست های خوبی تولید میکنن. کروم هم از دیگر فلزات دیرگداز هست و کاربردهایی که داره اینه که توی ساخت استنلس استیل یا فولاد زنگ نزن و توی آبکاری هم که قبلا مورد استفاده قرار می گرفته ولی به واسطه مشکلاتی که زیست محیطی بودن و توسط کروم ایجاد می شدن الان دیگه استفاده نمیشه. از کاربید فلزات دیرگداز مثلا کاربید تنگستن میان و در تجهیزات ماشینکاری استفاده میکنن مثلا کاربید وانادیوم میتونه به عنوان پوشش بر روی فولاد ها بسیار مورد استفاده قرار بگیره کاربید مولیبدن برای ساخت بوته ها استفاده میشه تانتال فلزی با دمای زوب خیلی بالا ولی توی فولادهای خاص هم کاربرد داره که سختی پذیری بسیار بالایی را ایجاد میکنه دسته دیگه از فلزات هستن که بسیار کمیابن مثل اسکاندیوم، گالیوم، جرمانیوم، ایندیوم، تالیوم، هافنیوم و سلنیوم، رنیوم و تلونیوم که کمیابترین ترین فلز طبیعی فلز رنیوم هست و در واقع این دسته عناصر موجود در زمین را تشکیل میدن. دسته بعدی فلزات رادیواکتیو هستند. فلزاتی که توی ساخت تجهیزات تولید انرژی الکتریکی و انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرن. مثل پلوتونیوم، رادیوم، اورانیوم، اکتینیوم، توریوم، پروتاکتینیوم و پولونیوم. یکی از کاربردهای این عناصر توی پزشکی هسته‌ای کاربرد دارن و بدترین کاربرد اونها توی ساخت تجهیزات کشتار جمعیه. اگر بخوایم منابع تولید رو بررسی کنیم، کنی می میتونیم به دو دسته اشاره بکنیم. منابع اولیه و منابع ثانویه. منابع اولیه شامل معدن، سنگ و خاک هست که برای تولید مستقیم ترکیبات مورد استفاده قرار میگیره. منبع دوم که منبع ثانویه بود شامل تولید بازیافتیه و از موادی که در واقع عمر مفیدشون تموم شده بازیافت میشن مثل قرازه ها، کاتالیست ها، بورت های الکتریکی و لجن های حاصل از پالایش و تولید فلزات، سرباره ها و دورریز صنایع بریم ببینیم معدن چیه؟ مدن به جایی گفته میشه که تجمع عنصری بالا توی اونجا وجود داره و معمولا استخراج یک یا چند فلز از یک ماده معدنی توش انجام میشه. بیشتر ترکیبات معدنی به خاطر وجود توی جو معمولا به صورت ناخالص وجود دارن و عدم خالص بودن فلزات توی پوسته زمین به دلیل اینه که ممکنه به صورت ترکیبی با اکسیژن، کربون ها یا هالیت ها باشن. بعد از بینگ بنگ ابتدا اتم های خیلی سبک به وجود میان مثل هیدروژن یا هلیوم. به مرور ستاره های نسل اول رو به وجود میارن و بعد عمرشون تموم میشه و بعدش انفجار دوم رو داریم که توی این مرحله اتم های سنگین تر به وجود میان. بعد از تشکیل زمین مواد جدا میشن و ترکیب میشن و معدن به وجود میاد. اول گوگرد خیلی زیادی بوده که بعد توسط فلزات خالص جذب میشه و بعد دیگه رشد گیاهان و قابل زیست شدن زمین پدید میاد. یکی از خصوصیات ترکیبات معدنی اینه که به صورت بلوری متبلور میشن. پس خاصیت بلوری بودن دارن. ترکیبات اکسیدی، سولفیدی، سولفاتی هر کدوم خواص خاص خودشون رو دارن انجمات توی یک ساختار معدنی مشابه انجمات توی یه فلزه پس جدایش فازی میتونه رخ بده به واسطه عدم انحلال ترکیبات توی ساختارهای کریستالی و عدم تطابق اونها به وجود میاد پس ترکیبات میتونن موقع انجماد و تشکیل معادن از هم جدا بشن و ترکیبات خالص در درجه های خاص متمرکز میشن. سنگ معدن یا کان شکل‌های مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا ما سنگ معدن طلا رو داریم، سنگ معدن مس رو داریم یا آهن. معدن اقتصادی جاییه که اگه معدن طلاست در هر تون از استخراج حدود 10 گرم طلای خالص ازش استخراج بشه که این 10 گرم میشه حدود 10 پی, پی در صورتی که معدن آهن اقتصادی باید 57 تا 60 درصد آهن داشته باشه مثلا به همین صورت میتونه تا یک دهم درصد مس داشته باشه بنابراین میتونیم بگیم که اقتصادیه پس معیار هر کدوم متفاوت با دیگریه مدن مکانیه که سنگ مدن از اون استخراج میشه مواد استخراجی میان و کانه آرایی میشن محصولات کانه آرایی شامل کنسانتره گانگ و باطله هست. کنسانتره یک ماده با ارزش هست معمولا و گانگ معمولا یک ماده دوریز و بی ارزش هست و باطله هم یک ماده دوریز هست. گاهی گانگ ها میتونن خودشون به عنوان یک ماده میانی مورد استفاده برای یک ماده دیگه قرار بگیرن. روش های جداسازی شامل هیدرومتالورژی، پیرومتالورژی و کانه آرایی هست. و اما روش های تقلیز کانی ها شامل روش های سقلی روش های مغناطیسی و روش های شناورسازی هست. که روش سغلی توی استخراج کانی ها یه سیستمه که از ویژگی سقل مواد استفاده میکنه. تا کانی ها رو از مواد بی همیت جدا کنه. یکی از روش ها استفاده از جدول قلزت گریزه. این جداول با استفاده از نیروی گرانشی کانی ها رو از مواد دیگه جدا میکنن از حرکت یه نوار هم برای انتقال مواد استفاده میشه. تو مراحل آخر ممکن از جدا سازی با فلوتاسیون هم استفاده بشه. توی این روش با حباب های هوا کانی ها به سطح آب میان و از مواد دیگه جدا میشن. روش جداسازی مغناطیسی برای تقلیز کانی هایی که از ویژگی مغناطیسی برخوردارن مورد استفاده قرار میگیره. این روش برای کانی هایی مثل مگنتیت مناسبه. حالا بریم ببینیم که مراحلش به چه صورته. مرحله اولی که ما باید کانی مناسبی رو انتخاب بکنیم و بعد مواد را آماده سازی بکنیم به این صورت که بیایم اونا رو به اندازه کافی کوچیک بکنیم و اونها رو خرد کنیم. و بعدش میدان مغناطیسی رو اعمال بکنیم و بعد از اینکه جداسازی مغناطیسی انجام گرفت و ذرات کانی مغناطیسی جدا شدن به مرحله بعدی انتقال داده میشن که این مراحل شامل فرایندهای تقلیس و استخراج نهاییه اما روش شناورسازی که یکی از روشهای پرکاربرده برای تقلیز کانی ها و توی استخراج های فلزی بسیار بسیار کاربرد داره این روش شامل مراحل آماده سازی نمونه هست و بعدش اضافه کردن مواد شیمیایی بعد از اون حباب ها تشکیل میشه به این صورت که به مخلوط شیمیایی و سنگ مدنی آب اضافه میشه و هوا یا گاز بهش تزریق میشه که این باعث میشه حباب های هوا توی مخلوط تشکیل بشن و حباب های هوا به کانی های شناور متصل میشن و اونها رو به سطح مخلوط میبرن. در قسمت جداسازی شناورها کانی های شناور با حباب های آب به سطح مخلوط نزدیک میشن و به دلیل خاصیت شناوری خود از مخلوط جدا میشن روش شناورسازی به دلیل کارایی بسیار بالایی که داره توی صنایع معدنی مختلف مخصوصا برای معادن طلا مس و سایر فلزات مورد استفاده قرار میگیره بریم ببینیم که تأسیس معدن چه تأثیری میتونه بر روی محیط زیست بذاره تاسیس مدن و استخراج به منابع طبیعی میتونه آسیب برسونه این آسیب ها گاهی میتونه باعث ایجاد سیل بشه استخراج میتونه باعث فراری دادن حیوانات از محل زندگیشون بشه آب نزدیک معادن طلا میتونن دارای ترکیبات سیانوری باشن که این ترکیبات به شدت مخرب هستن برای محیط زیست مثلا باعث از بین بردن مایه های داخل رودخانه ها میشن و استخراج فلزات میتونه باعث ایجاد آلودگی جوی بشه دوریست های های استخراج هم باعث ایجاد آلودگی میشن استخراج فلزات درسته که مفیده ولی میتونه به ضرر محیط زیست تموم بشه بدون فلز هم زندگی امکان پذیر نیست پس بهتر تا حد امکان از بازیافت استفاده کنیم و از موادی استفاده کنیم که لطمه کمتری به طبیعت بزنن. ملاحظات زیست محیطی رو در نظر بگیریم که خب خیلی هزینه بر هم هست اما میتونیم به جای اون از روش های جدیدتری استفاده کنیم تا محیط زیست بهتری داشته باشیم. یه واکنش شیمیایی علا رقم این که میتونه از نظر شیمیایی به هر شکلی انجام بشه چه از نظر جنب چه از نظر انرژی ولی همیشه توی جهت مشخصی پیروی میکنه قانون دوم ترمودینامیک میگه که تابع آنتروپی یه خاصیت مقداریه و توی هر تحول و تغییری آنتروپی کل ناشی از تغییر آنتروپی سیستم به اضافه تغییر آنتروپی محیطه یعنی به این شکل نوشته میشه که آنتروپی کل برابر با آنتروپی سیستم و آنتروپی محیط مقدار تغییرات آنتروپی کل هر تغییر و تحولی به صورت طبیعی یا به صورت خود به خودی انجام میشه مثل زوب شدن تکه های یخ داخل یه لیوان آب داغ خب این تغییرات آنتروپی رو ما مثبت در نظر میگیریم و این تغییرات آنتروپی برای همه تحولات برگشت پذیر مثل زوب شدن یا برعکس اون یا منجمد شدن تکه های یخ داخل لیوان آب با دمای صفر درجه سانتیگراد توی یه فشار اتمسفر ه مقدار تغییرات آنتروپی کل هر تحول که به صورت غیر خود به خودی انجام میشه منفیه حالا مثل چی مثل افزایش دمای یلیوان لیوان آب در حالی که اون قطعات یخ هم توش هستن بریم ببینیم مفهوم خود به خود بودن به چه معنیه توی انجام یک فرایند فقط شروع و پایانش رو در نظر میگیرن و از نظر ترمودینامیکی شروع و آخر اون مستقل از زمانه یعنی اتفاقاتی که طی مسیر رخ میده میتونه اهمیت داشته باشه ولی فقط روی پارامترهای مسیر برای پارامترهای حالت مسیر هیچ اهمیتی نداره. پس میتونیم بگیم که مستقل از زمان و شروع پایان فراینده خود به خود بودن تنها به ذات ماهیت و طبیعت فرایند بستگی داره در حالی که انجام پذیر بودنش به شرایطی که به سیستم حاکمه وابسته است یعنی وقتی میگیم خود به خوده که این فرایند حتما یه روزی انجام بشه به عنوان مثال این واکنش رو بیاین در نظر بگیریم. چون افزایش حجمی نداریم و هر دو طرف یه مول گاز داریم پس آنتروپی تقریبا صفره و با توجه به دلتا اس محیط متوجه میشیم که این فرایند یک فرایند خود به خودیه ولی ما اطرافمون هم زغال داریم در واقع میتونیم بگیم هم زغال داریم و هم اکسیژن آیا اگه این دوتا کنار همدیگه قرار بگیرن واکنشی انجام میدن؟ خب جواب منفیه چون انرژی فعال سازی میخواد. این واکنش یه واکنشی که نیاز به یک جرقه مناسب داره و تا وقتی که ما جرقه رو نداشته باشیم هیچ واکنشی رخ نمیده. در حالی که ما هم اکسیژن داریم هم کربن داریم. وقتی که کنار هم دیگه باشن پتانسیل واکنش با همدیگه رو دارن ولی خب هیچ واکنشی نشون نمیدن تا زمانی که جرقه نداشته باشیم. حالا بیاین ترکیبات باروت رو در نظر بگیریم ترکیبات باروت چیه کربن با یک ماده اکسیژن زای قوی مثل بیکربنات پتاسیم یا نیترات پتاسیم توی یه لحظه بعد از جرقه یه حجم خیلی زیادی از اکسیژن تولید میشه و اون بهش میگیم انفجار ولی برای همین انفجار ما احتیاج به شرایط فعالسازی واکنش داریم که در واقع این شرایط همون جرقه زدن است ولی حالا فرض کنید باروت اکسیژنزا نداشته باشه به جاش رطوبت داشته باشه یا به قول خودمون نم کشیده باشه